پدیده تغییرات اقلیمی، گرمایش دمای بیسابقه زمین و خشکسالی و بیابی و خطرات جدی که جغرافیای زیست و ادامه به قول معروف حیات بشریت رو تهدید میکنه رو سالهاست شاهدیم و شهروندان و ساکنان این کره خاکی هر روز و هر سال به اعماق تیره تری از این شرایط سقوط میکنن. در چنین شرایطی بشریت هر چند سال یه بار شاهد اجلاس های حکام و قدرت های دنیا است که به طور واقعی مسئولین و مسببین خلق این جهنم و تهدیدات ادامه حیات تو این دنیا مسئولینش همین قدرت ها هستند. به دعوت رادیو نینا امان کفا از رهبری حزب حکمتی است، خط رسمی رو با خودمون داریم که در این خصوص با ایشون گفتگوی رو داشته باشیم. امان کفا این روزا و در این خصوص به طور مشخص مهمترین تیتر خبرها و نگاه ها به اجلاس گلاسکو بود. به اصطلاح 40 کشور صنعتی توافق کردن مصرف زغال سنگ و سوخت های مهلک رو توی نیم قرن آینده کم کنند. این قبیل تعهدها رو بیشتر از 20 سال هستش که در این نوع اجلاس ها تکرار میکنن و حتی با این اوصاف امسال مصرف کنندگان اصلی زغال سنگ و تولید کنندگان عظیم گازهای گلخونه‌ای یعنی آمریکا و هند و چین میون این 40 کشور یا دیده نمیشدن یا زیرکانه به قول معروف زیر میز مذاکره و توافق واقعی برای حل این مسئله می زدن. دستاورد اجلاس نمایشی نجات حیات و زندگی بشریت توی گلاسکو هم به جز چند سخنرانی تو خالی و نشست رهبران قدرت های دنیا و اظهار نظرهاشون که اونم به شدت ناشفاف بود چیز دیگه ای تو خودش نداشت و ظاهرا بازگشت آمریکا به این روند رو میخواستم به عنوان مهمترین مسئله ای که باید به فعال نیک گرفته بشه به دنیا حقنه کنن، یا اینکه به جهانی این امیدو بدن که تا 50 سال دیگه یعنی 2070 شاید بشه تغییراتی رو اعمال کرد. به طور واقعی شما این روند و مسائل رو چطور ارزیابی میکنین امان کفا؟ ببینید همونجور که شما گفتید یه اجلاس به قول معروف هم نشون دادن این تصویره که گویا دارن این دولت در مورد مسئله محیط زیست کاری میکنن. به طور واقعی مسئله خیلی فراتر از اینه. فشاری که امروز داره همه جا احساس میشه تا اونجایی که به محیط زیست برمیگرده به میزان زیادی تو جوامع متفاوت سرتاسر دنیا و اعتراضات گوناگون در بر گرفته. یه اعتراض عمومی هست به این خاطر که ادامه این روند و این شکلی که ما داریم امروز میبینیم کلن نه فقط این کشور و یا اون کشور در بخشی از نقاط جهان تحت تاثیر مستقیم قرار داده، بلکه امکانات وسیعی را از کل بشریت گرفته. به تا اونجایی که به این دفعه برمیگرده و به این اجلاس برمیگرده ادامه همون اجلاس قبلی به طور واقعی دعوای دیگه ای رو دارن سعی میکنن از این طریق انجام بدن و اون دعوا بین دولت های متفاوت و رقبای اصلی قطبای متفاوت جهانیه و علتی که رفتن سراغ فرض کنید زغال سنگ یا علتی که دارن میرن مستقیم سر یه بخش توی پشتوانه یک همچین رقابتی باید دیدش. به طور واقعی اون چیزی که بشریت رو به طور کلی داره زندگیشو رو به نابودیشو داره نشون میده شکل و شمایلیست که امروز ما داریم میبینیم به انواع اقسام متفاوتش، تغییر آب و هوا، چه خوشسالی و چه به اندازه سرما شدن در یک جا، گرما شدن در بخش دیگری و تغییری که توی محیط زیست داره انجام میشه چیزی جز شکل و شمایل کار کرده یک دونه سیستمی که بر اساس سود بنا شده نیستش. همش تقصیر به طور واقعی آدمهای معینی نیست، بیشتر تقصیر نظامی است که به دنبال سود و به خاطر رسیدن به حد اکثر سود حاضر همه چیز رو نابود بکنه و این سیستم سرمایه‌داریه. رقبای جهانی امروز برای اینکه به هم فشار بیارن، برای اینکه فرض کنید چینی که در عرض هر هفته فرض یه دونه
مرکز انرژی زغال سنگ رو میزد میخوان جلوشو بگیرن، تو اون رقابت میره سر زغال سنگ، فردا به یه دلیل دیگه میره سراغ فرض کنید نفت یا میره سراغ یه چیز دیگه. جنگل ها فرض کنید به میزان زیادی جزء دستور کار نمیان که دارن نابود میشن، از بین بردن انواع اقسام محیط زیست برای حیوانات متعدد از بین میرن، اینا تو دستور کارشون نمیاد. و یا میزان خرابکاری که امروز ما داریم میبینیم تحت اسم گسترش فضانوردی داره اسم برد نمیشه و از بین بردن حتی محیط بیرون، تمام اینا بخشی از این سیستمی است که داره کار میکنه و شکلهایی که توی کنفرانس ها در میاد بخشی است که در رابطه با همون رقابت ها معنا گرفته. به طور واقعی داره زندگی رو نابود میکنن به خاطر اینی که همه چیز در اختیار اون سوده. کل جایگاه انسان به عنوان یک نیروی طبیعی توی یه محیط طبیعی زیر سوال رفته به خاطر اینی که همه چیز از خود بیگانه شده و همه چیز در اختیار میگم دنبال کردن سوده. امروز میارزه که فرض کنید سویا تولید کنن و جنگل های متعدد و وسیع و توی فرض کنید برزیل نابود میکنن. شما 50 سال پیشش میدیدید که توی بخش دیگه از دنیا این کار میکنن، توی موقعی که حتی میخواستن برن به کشورهای دوروبر آمریکا و قرار بود که اونجا رو شروع کنن امکانات تجاری و سوداوریش رو ببرن بالا، کوه ها و جنگل های اونجا رو نابود میکردن و همه جا داریم میبینیم اینو. میخوام بگم این پروسه ایست که امروز و دیروز و فرض کنید 10 سال پیش شروع نشده و اینکه یک دفعه انسان به این نتیجه رسیده که یه بخشی از انسان ها به این نتیجه رسیدن که محیط زیستمون داره از بین میره. الان قرن هاست که این پروسه ادامه پیدا کرده و داره به اوج خودش میرسه و امکان نابودی رو همه دارن در مقابلشون میبینن و این فشار و این تغییری که دارن توی محیط زیست به وجود میارن دیگه جلوش اگه گرفته نشه از بین رفتنش و نابودیش رو هر چقدر بیشتر و سرعتش رو داره بیشتر میکنه. توی یک همچین شرایطیه که اعتراض عمومی هست، در سرتاسر دنیا اعتراض هست، همه جا به اعتراض هست به خاطر اینی که بالاخره اگه این محیط زیست از بین بره هر چقدر هم بخوان براش توجیهی بیارن به طور واقعی زندگی انسان ها همین امروز زیر خطره. شروع میشه یه جا فرض کنید میگن که درجه حرارت رفت بالا به اندازه یه چند دهم درجه و آبهایی که در شمال دارن فرض کنید آب میشن، بعد میبینی یه بخشی از ویتنام که کشوری است که در سطح دریا تقریبا قرار داره بخش وسیعی از مزارع برنج کاریش و غیره همه میره زیر آب. توی دنیا به طور واقعی این شکلی که این مدل امروز سرمایه‌داری داره کار میکنه، این مدل و این شکل کار کردش داره همه چیز رو از بین میبره من جمله طبیعت و این بخشی از پروسه است که چند قرنه ادامه پیدا کرده و داره امروز به اوج بیشترش میرسه. اتفاق افتادیم که توی این اجلاس ها فرض کنید تو اجلاسی که در فرانسه بود و پس از اون رسما و علنا آمریکا گفتش که ترامپ اون موقع گفت برای ما فایده نداره چون از نظر سوداوری ضررش برای ما زیادتره و میخوایم الان ببندیمش و شروع که معادن فرض کنید زغال سنگ و تو آمریکا دوباره به راه انداختن و یا یه بخشی از مراکز طبیعی رو از بین بردن و اجازه و جوازاش رو پس گرفتن. همه اینا اون دعوا و رقابت بالاست. پایین جامعه تا اونجا که به مردم دنیا برمیگرده اعتراض عمومی هست سر از بین بردن محیط زیست و هر چقدر اینا سعی کنن از نظر توسعه و انگاری که اقتصاد پیشروی اقتصاد و به همین خاطر کشورهایی هستن که لازم دارن به این شکل دارن سعی میکنن نشونش بدن واقعیت نداره. این اجلاس ها به جایی نمیرسه چون که توی متن اون رقابت ها داره تعریف میشه و بنا به همین اینم یک جا و در مورد یه سنت یا یه سنت دیگه صحبت میشه، اما به طور واقعی کل جامعه بشری و کل محیط زیست از بین بردنش و نابودی هر چقدر بیشترش رو ما داریم توی این پروسه چند قرنی و امروز میگم به این اوج اینجا شسته که مجبورشون کرده نشون بدن که اومدن اجلاسی گرفتن و دارن سعی میکنن جلوش رو بگیرن. ولی همونجوری که شما هم گفتین چه توی این کنفرانس معلوم بود از قبلش، چه تو پروسه شدیم، چه تو اجلاسی که در روم داشتن معلوم شد، اینکه هیچ کدومشون براشون مسئله محیط زیست مهم نیست، چگونه جواب بدن به اعتراض از پایین و این تصویر رو بدن که گویا دارن دولت ها یه کاری در موردش میکنن و همه میدونن که به طور واقعی هیچ کاری انجام نمیدن و به خاطر همین هیچ کس جدیش نگرفت. شما توی صحبتاتون به دو نکته اشاره کردین که
میخوام به قول معروف فوکوس رو اونا بذارم. یکی مسئله سود و به قول معروف سوداوری و بازار و اقتصادشونه، یکی هم مسئله اعتراضات مردمه که اگه اجازه بدین تو بخش آخری من به بخش پایینی به اون سوال برگردم. اما سر هم تا همین جای کار هم خود تحلیلگراشون تو این مسئله موندن، یعنی در نمایشی هم که در آوردن حتی اونم کارساز نیست. بحثی هست که الان مطرح اینه که امسال دوباره طرحی رو که تقریبا 11 سال پیشم به اون متعهد شده بودن رو دوباره به قول معروف تو همین اجلاس روی میزشون آوردن و قبول کردن که به اون متعهد بشن، و اونم این که کشورها و قدرت‌های پیشرفته اقتصادی برای کشورهای فقیر یا در حال توسعه این امکان و کمک رو فراهم کنن که بتونن به سوخت‌های کم ضررتر یا انرژی‌های تبدیل شونده یا حداقل زغال سنگ نباشه شیف کنن، که این تعهد قبلا هم میگم در سال 2009 امضا شده بود ولی هیچ وقت اجرا نکردن، و امسال یعنی توی سال 2023 قراره که این بار قول بدن براش کاری بکنن و وعده دادن تا سال 2040 اگه اشتباه نکنم این مسائل رو پیش ببرن تا برای کشورهای فقیر یه کاری بکنن، زغال سنگ رو احتمالا مثلا با گاز طبیعی جایگزین کنن. حال بمونه که بحث رو به زور میخوان به فقط زغال سنگ رب بدن که توی صحبت‌های شما هم بود که در واقع بخش اعظم تولید کنندگان آلودگی از زغال سنگ اصلا استفاده نمی‌کنن. شما این سناریو سازی ها رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ گفتم به نکته جدی که اونم سود بود تو این مسائل و ثروت‌های عظیم و کلانی که پشت این ماجرا خوابیده و شاه کلید هر نوع عملکرد و سیاستی هستش، با در نظر گرفتن اینکه خودشون هم میدونن که دست بردن به این بخش یعنی صرف نظر کردن از بخش وسیع از این درآمدها و سودها. پس ماجرای این به قول ما اجلاس ها چیه؟ میخوان به جامعه یا به جهانیان چی بگن؟ ببینید تا اونجایی که برمیگره به این کشورها انگاری که شما یه لحظه بشینید تصور کنید و میخوام بگم شبیه همین داستانه، بگن دولت ها نشستن و گفتن در مورد فقر میخوان یه کاری بکنن. خب اون نیرویی که داره و اون مسبب اصلی این داستان همون نظامی که این دولت ها نمایندگیشو میکنن و حکومت های اونا هستن، خودشون باعث بانی اون فقرن. دانش جواب اینا نمیتونن بهش بدن. مسئله محیط زیست اینن مسئله کاره. به طور واقعی از خود بیگانگی که شما توی سرمایه داری به وجود در رابطه با انسان و تولیدش و حتی کارش، اینان همون در رابطه با همون از خود بیگانگی رو شما به شکل دیگه بیگانگیش رو با طبیعت میبینید و این نظام این پاسخ رو نمیتونه بده. توی رقابتاشون به یک درجه مجبورن به یکیشون به یکی فشار میره و بالاخره در مقابل کل نیروی وسیع که میگن در سرتاسر دنیا داره اعتراض میکنه به این شرایط، بالاخره یه جاهایی ممکنه عقب بشینن. ما بخشی از این عقب نشینی رو میتونیم ببینیم، ولی چیزی که میخوام بگم تغییر میده و چیزی که اینجا معلومه اینی که میزانی که اینا عقب میشینن بستگی به اون اعتراض از پایین داره. یه جا فرض کنید توی همین این اعتراض از پایین انقدر فشار میارن که دیگه این داستانی که اصلا تغییر دمای حرارت زمین یا فرض کنید خرابی محیط زیست که تا همین چند وقت پیش رسما داشتن میگفتن هنوز معلوم نیست، قرار نیست انجام بشه، بعضی از دانشمندا اینجوری میگن، همه اینا رو داشتن میگفتن، ولی به طور واقعی ما امروز داریم میبینیم که این پاسخ جوابگو نیست. ببینید اینا میتونن برن بگن فرض کنید یک مدل تولید رو از یک شکلی به یک شکل دیگه تغییر میدن، انرژی رو استفاده هایی میتونن بکنن که سالم تر باشه، ولی میزان خرابی محیط زیستی که ما داریم میبینیم به مراتب وسیع تر از این چیز هست. و حتی همین اجلاسی هم که در گلاسکو و اعتراضی که در مقابلش بود رسما داشت همین رو بهشون میگفت، میگم مشکل فقط این نیست که شما فرض کنید یک چیزی رو قطع کنید یک چیز دیگر رو جایگزینش کنید، مسئله بسیار فراتر از اینه. تولید گازهای گلخانه‌ای به طور وسیعی فقط از طریق فرض کنید سوخت زغال سنگ نیست، کافیه که یه لحظه یک نفر بره تو مکزیک 5 دقیقه وایسه که اصلا ببینه میتونه 10 متر اونورتر ببینه از میزان دود. شما فرض کنید استفاده از امکاناتی که دارن میگن برای این کشورهای دیگه گذاشتن، نمونهشو فرض کنید در رابطه با
کشور در حال توسعه میگن، میگن که خب اگه بخوایم این تغییرات رو به وجود بیاریم، اون میزان مخارجی که این داره، خب این مخارج رو باید یه جای تامین کرد، سرمایه که حاضر نیست از سودش عقب بشینه. برای همین میگن که خب لاقل اون دولتایی که میگن که امکاناتشون بیشتره، خب کمک‌های مالی بکنه. و تو همین اجلاس هم دوباره دیدیم دعوا شد سر این و گفتن که حتی اون وام‌هایی که قرار بود بدن به صورت وام نمیدن، بلکه به عنوان قرض با بهره دارن میدن. و بسیاری از این کشورها به خصوص توی دوران پس از کووید امکان بازپرداخت این قرضها رو ندارن. در چه وقتی که میان میگن که کشورهای دیگر رو ما باید کمک کنیم، هر کسی یه پولی بریزه و یه راه دولت ها سعی کنن این کار رو بکنن، اون هم حتی دارن به شکل قرضه میدن و دولت هایی که اونجا هستن که باز امکان بازپرداخت اون رو ندارن، عملا زیر فشار بیشتر و زیر کمبود امکانات بیشتری قرار میگیرن. این راه حلش از طریق بالا و از طریق این اجلاس غیر ممکنه. نمیشه این دولت ها به نتیجه برسن مگر اینکه مجبور بشن عقب بشینن. امروز یه درجه عقب نشینی رو ما داریم میبینیم، یه درجه بسیار کمی شو که دارن سعی میکنن تو متن رقابت ها حلش کنن. به طور واقعی مسئله بر سر این که کل شکلی که نظام این سرمایه‌داری براش مبنا بنا شده با حل مسئله محیط زیست عیناً حل مسئله کار و مسئله تولید سوده، نمیتونه تقابل کنه. و به همین خاطر اگه ما بگیم که اینا میخوان فرض کنید شکل سبزش رو بیارن انتانجی که به انرژی برمیگرده، به طور واقعی به این معنا میشه که بسیاری از اون تولیدات وسیعی که داره انجام میشه به اون شکل نباید انجام میشه و تغییر اون نیازمند عقب نشستن سرمایه به درجه ای و کاهش درجه سودش میشه. امروز دارن این تقصیر میزن دست یه سری کشورهای دیگه. تولید کنندگان اصلی اون گازهای گلخانگی، تولید کنندگان اصلی اضافه درجه حرارت زمین کشورهای در حال توسعه و غیره نیستن. اونجاها دارن میرن به خاطر اینکه سودشو میخوان بیارن، به اونجاها کمترین میزان خرج رو میخوان بکنن و از هر چیزی استفاده میکنن. شما تو همه جا و تو همه محیطا داریم میبینید. میخوام بگم که مسئله بر سر این نیستش که فرض کنید یه کشوری مثل هند قبول نکرده یا چین قبول نکرده یا فرض کنید آمریکا دروزی قبول نمیکنه. کل این داستان رو باید از دست اینا در آورد. به طور واقعی ببینیم چگونه میتونه انسان مطمئن بشه، و این مسئله اصلیه، چگونه انسان میتونه مطمئن بشه که تو شرایطی که میتونه امکانات بهتر داشته باشه و روز به روز بتونه گسترش و فراهم آوردن نیازهای بشریت رو انجام بده، چگونه میشه اینو انجام داد بدون اینکه محیط زیست رو از بین برد. تو این جواب سرمایه‌داری میگه برای محیط زیست مهم نیست، همونجوری که زندگی بشریت براش مهم نیست و زندگی انسان ها براش مهم نیست. مدافعان محیط زیست تو این بخش که به قول ما، یا به قول ما بگیم مردم دنیا یا بخشی که خارج از این قدرت ها هستن، علیه این قدرت ها سفارایی کردن. به عنوان به قول ما سوال آخرم میخواستم این اشاره کنم، شما فکر میکنید بشریت معترض به وضعیت موجود به قول خودتون ساخت پرداخته دست همین قدرت ها چه کاری میتونن بکنن؟ آیا به حال امیدی به اعمال تغییرات از کریدورهای دیپلماسی قدرت های جهان که نیستش؟ اگه به صحبت های مسئولین به قول معروف کنفرانس حتی گلاسکو توجه کنید، یا حتی اظهار نظرهای آلوک شارما دبیر کنفرانس گلاسکو، حاکی از ناامیدی کامل به هر تغییری تو این پروسه هستش، تا چه برسه به مردمی که از پایین و بیرون نظارگر عمل کرده به اصطلاح این ناجیان زمین و در واقع مسئولین تخریب زندگی بشریت. به هر حال شما آینده این تقابل مردم و مدافعان محیط زیست با قدرت ها و آینده تغییرات اقلیمی رو تو سایه این اقدامات و یا حتی نوع اعتراضاتی که الان در جریان چطور میبینید؟ فکر میکنید به طور واقعی چه اقدامات و راهکارهایی مهم هست که به قول من مد نظر گرفته بشه؟ ببینید تو اونجایی که به کل داستان برمیگرده، باید از به قول معروف این وارونگی رو برگردون و سر قاعده درستش گذاشت. تخریب محیط زیست و نابود کردن اون ربطی به این نداره که انسان دنبال زندگی بهتره و برای زندگی بهتر و برای تولید بیشتر نیازمند تخریب زمینه. این هم چیزی واقعیت نداره. دومین چیزی که واقعیت نداره انگار این که بگیم که انسان برای اینکه تولیداتش رو ببره بالا استثمار بیشتر لازم داره.
این هم واقعیت نداره. این نظام سرمایه‌داری که داره این مشکل رو میسازه، از بین بردن محیط زیست به خاطر این نیستش که سرمایه علیه محیط زیسته، انگاری که سرمایه علیه انسان نیست، به طور واقعی به خاطر اینکه دنبال سوده. و شما تا موقعی که تولید و بر اساس سود و مبنا بر اساس سوده و افزایش سود تنها به صورت نقطه کوری در مقابلش هست و دنبال هیچ چیز دیگه نمیره، توی این هر چیز و هر کسی رو نابود میکنه. میخوام بگم این نظام دفاع کردن از محیط زیست، خواست بهبود زندگی، بخشی از اون مبارزه طبقاتی، هیچ تفاوتی با مبارزه طبقاتی و جوابش تو جای دیگه غیر از مبارزه طبقاتی نیست. ببینید شما اگه به مذهب نگاه کنید که یه بخشیش از واتیکان و مساجد و انواع اقسام سنگالا و بقیه همه اینا رفتن پاشون، همه اینا روی مبنا حرف میزنن و اونم میگن انسان اشرف مخلوقات و به همین خاطر برای انسان همه چیز میتونه نابود بشه. کل مذهب اصلا نگاهی به محیط زیست نداره و اینکه انسان هم بخشی از اون طبیعت اصلا نداره. شما وقتی نگاه میکنید به انسیتهای متفاوت سرمایه‌داری، همشون همینجورن، همه چیز دنبال سود، بقیه چیزا اهمیت ندارن. تنها یه نیروه که میتونه اون از خود بیگانگی انسان در رابطه با تولیدش، با کارش و تضاد بین انسان و طبیعت رو میتونه به طور واقعی و به اون شکلی که باید انجام بشه ببره جلو. متابولیسم اجتماعی که لاغر مارکسیستا سرش از روز اول حرف زدن و مارکس خودش سر این به حسابی صحبت کرده، به طور واقعی در یه چیزه. و اونی که اگر که میخوایم نجات بدیم، راه نجات بشریت، راه جلوگیری از تخریب محیط زیست و نابودی کل محیط زیست گره خورده به یه مبارزه‌ای که به نابودی سرمایه‌داری باید منتهی بشه و راه دیگری درش نیست. شما اگر که به سیستمی که برای تولید سود اون سیستم عوض کنید، به تولیدی که به نظامی که برای تولید برای اساس نیاز بشریت عمل میکنه، در اون صورت شما میتونید نه تنها بشریت بلکه حتی محیطی که توش اون بشریت داره زندگی میکنه و اون محیط زیست رو میتونید نجات بدید. وصل ارتباط کاملا ارگانیکی به هم دارن، اینا راه حلش تو اینه. و به خاطر همین اگر نگاه بکنید کسانی که دارن برای محیط زیست مبارزه میکنن، شما تو ایران به طور مشخص که همه دارن میبینن که هر روزه داره اتفاق میفته، کسانی که دارن برای محیط زیستشون مبارزه میکنن، همون برخوردی بهشون میشه که شما میخوای بری برای زندگی و برای بهبود حقوقت و برای مسکن و برای بیمارستان رو غیره بکنی، عیناً همون برخورد باش میکنن. نجات محیط زیست، جلوگیری از تخریب این محیط زیست گره خورده به مبارزه طبقاتی، به این خاطر که سرمایه‌داری که پاسخی بهش نداره چون دنبال بهبود این شرایط نیست. نیرویی که میتونه اینو از بین ببره و راهی که میشه جلوی این تخریب رو گرفت، به طور واقعی گره خورده به مبارزه طبقاتی، به طور کلی گره خورده برای تغییر این جامعه به جامعه‌ای که انسان بر اساس نیازهای بشریت و برای بهبود میتونه سازمان بده تولید. و اگر این ربط رو نگاه کنیم، ما خیلی راحت میتونیم ببینیم که فرض کنید شما میبینید که چگونه برای اینکه تولید سودشون رو ببرن بالاتر توی ایران، من نمونه ایران رو میگم چون که خیلی واقعی جلو همه دارن میبینیم امروز، کمبود آب، از بین بردن محیط زیست، نابودی جنگل ها، کاهش وسیع امکان کشاورزی بزرگتر، همه اینا رو از بین بردن. از اون هم میرن صنایعی رو میارن که فرض کنید مثل صنایع تولید فولاد که همه میدونن چه ضررها و بشه شکلایی داره و به جای اینکه جایگزین کنن و راه حلی برای اون پیدا کنن، خب آبو وقتی ور میدارن، خب آب برای یه جای دیگه کم میاد. از این ور صحبت از این میشه که فرض کنید شما تو اصفهان میبینید مردم معترض میان بیرون، وقتی اعتراض دارن میکنن میگن ما میخوایم این امکانات زندگیمونو بسازیم، برخوردی که باهاشون میشه و هر گونه اعتراضی که هر کسی الان تو محیط زیست داره تو ایران میکنه، میبینید عیناً برخوردی که مستقیم دولت در مقابل خودش میاره، به خاطر اینکه این نظام مبناش و اساسش بر اساس اینه که دنبال تولید سود یه بخش اقلیت جامعه، حاضر همه چیز رو از بین ببره و جواب غیر از این نیست. و این نکته ایست که ما امروز تو دنیا داریم میبینیم، تو همه جای دنیا آدمایی که اومدن بیرون، انسانهایی که تو دسته دسته و تو جمعیتهای بزرگ دارن تو اعتراضات متعدد دارن نشون میدن خودشون، میگن که جلوی این شکل نابودی رو باید گرفت. و چه راهی هست برای اون؟ برای اینکه مجبور که از سرمایه‌داری رو یه درجه عقب بشینه، برای اینکه تغییر داد از جایی که شما به دنبال میبینید سرمایه‌داران به دنبال سود میرن همه چیز رو نابود میکنن، از
جنگل ها و مراتع و محیط کشاورزی و حتی آبی که نوشیدنی هست، همه اینا رو دارن از بین میبرن به خاطر اینکه دنبال تولید سودن و تمام اینا تو رقابت های بین خودشون داره سعی میکنه جواب بگیره. مردم دنیا اینا نمیخوان. اگه هر کسی میخواد یه لحظه فکر کنه که من میخوام هوای سالم داشته باشم، اگه هر کسی فکر کنه میخواد آب نوشیدنی داشته باشه، اگه هر کسی فکر میکنه که غذا لازمه، هر کسی که فکر میکنه تولیدات بهتر و امکانات بهتر لازمه، میبینه که راه حلی برای بهبود اون نداره غیر از اینکه بره با کل این نظام و سرمایه‌داری در مقابلش قرار بگیره. اعتراضات زاینده رود توی ایران امروز شبیه اعتراضاتی که تو اندونزی میشه، شبیه اعتراضاتی که توی واشنگتن و نیویورک میشه، شبیه اعتراضاتی که تو لندن و گلاسکو میشه و یا پاریس میشه. همه جا دارن یه حرف میزنن. این نظامی که دنبال سوده، این نظام رو باید جلوشو گرفت و باید تا اونجایی که میشه تحمیل بهش کرد و راه تحمیل این و راه بیشتر و پیشرفت در مورد این که بتونیم بخشی از این دنبال کردن کور دنبال سود رفت گرفت، این که دستشون رو محدود کردن و مجبورشون کردن عقب نشستن. شما نمیتونن ببینی که امروز این دعواهایی که اینا دارن میکنن مثل دعواهای یه قرون دوزاری میمونه که میگن که فرض کنیم ما میخوایم سویا میگم تولید کنیم، میریم فلان جنگل و آمازون رو نابود میکنیم، یا فرض کنید میخوایم امکانات رفت و آمد دریایی رو ارزون تر بکنیم، برای همین شروع میکنن یه سری از بنادر رو نابود کردن، و یا یه جای دیگه فرض کنید یه جزیره میسازن به خاطر اینکه امکانات نظامیش رو چین فرض کنید درست کنه، یا آمریکا، یا هر کدوم دیگه شون. کل اینا دارن زندگی بشریت رو با مخاطره مواجه میکنن و راه جلوگیری از این و راهی که میشه هم تولید و سازمان داد، میشه هم بهبود و فراهم کرد، هم میشه امکانات کشاورزی رو بهتر کرد، هم میشه دسترسی انسان‌ها به آب و هوای سالم رو تضمین کرد، هم میشه جلوی نابودی بخش وسیعی از اون طبیعتی که قرار بالاخره انسان‌ها تو اون زندگی کنن. راه این اینه که اون متابولیسم اجتماعی رو برقرار کرد، یعنی اینکه راهش اینه که تولید رو عوض کرد. به خاطر همین مبارزه برای بهبود محیط زیست گره خورده به مبارزه طبقاتی، و توی اینجا باید دست تمام این دولت، دست سرمایه‌داری رو انقدر فشار داد و انقدر عقب نشوندش و انقدر محیط به اینا محدود کرد و بگیم اون سودتون رو باید کم کنید به خاطر اینکه بتونه بشریت زندگی بکنه. و این اعتراضیه که ما امروز در دنیا داریم میبینیم و به طور واقعی همه دارن میبینن. سرمایه‌داری قادر به حلش نیست و همین این اعتراض‌ها خودشون رسما دارن میگن میزان سود و پول و غیره یه سری چیزا رو محدود کرده، و به خاطر همین حتی کنفرانس فرانسه یا حتی کنفرانس گلاسکو خودشون نشون داد، چون رسما خودشون دارن میگن امکانات سودآوریمون رو نمیتونیم جلوشو بگیریم، چون نمیخوان، نه اینکه ممکن نیست، اونو دارن انجام میدن. و این مبارزه عیناً خود مبارزه علیه سرمایه نه به یک نقطه دنیا بلکه در سرتاسر دنیا با همدیگه مثل زنجیر وصله، و این اعتراض به همین خاطر راه حل واقعیش در از بین بردن این حکومت سرمایه و از بین بردن نظامی است که تولید و بر اساس سود گذاشته و نه بر اساس نیاز بشریت. و همین امروز میگم چه تو ایران چه تو همه جا داریم میبینیم، هر جا اعتراض میکنن مردم تنها راهی که میتونن پیشروی کنن که دولتاشون عقب بشونن و انتظاری که ابالا چه مذاهبشون چه دولتاشون چه انسیتوهاشون بتونن پاسخ بدن، و همه دارن میبینن که بیفایده است و سال پشت سال همه دارن میبینن که این داستان راه حل غیر از راه حل پایین نداره، و این به نظر من مسئله اصلی است که امروز تو دنیا داره مطرح میشه. با تشکر از شما امان کفا که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین، و تشکر از بینندگان عزیزی که تا این لحظه و این برنامه با ما همراه بودن.